13 سال در کنار پیغمبر در سخت‌ترین مواقف علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاد. بعد اون وقتی که 13 سال رنج داشت به پایان میرسید، درسته که هجرت رسول اکرم هجرت از روی اجبار و ناچاری و زیر فشار قریش و مردم مکه بود، اما آینده روشنی داشت. همه می دونستن که این هجرت مقدمه کامیابی هاست، مقدمه پیروزی هاست. درست در اونجایی که یک نهضت از دوران مهنت داره وارد دوران راحتی و عزت می خواهد بشود، در همون لحظه که همه معمولا تلاش می کنن زودتر خودشون برسونن، اگر بتونن از مناسب اجتماعی چیزی بگیرن، جایگاهی پیدا بکنن، در همین لحظه امیرالمؤمنین آماده شد تا در جای پیغمبر، در بستر پیغمبر، در شبی ظلمانی و تاریک بخوابه تا پیغمبر بتوانه از این خانه و از این شهر خارج بشه. توی اون شب کشته شدن اون کسی که در این بستر میخوابه تقریبا قطعی و مسلم بود. اینجور نبود که حالا چون من و شما قضیه رو میدونیم که امیرالمومنین در اون حادثه به شهادت نرسید، بگیم که اونجا هم همه میدونستن. نخیر، مسئله این است که در یه شب ظلمانی در یه نقطه معینی یک کسی مناس کشته بشه قطعی است. میگن آقا این آقا برای اینکه بتوانه از اینجا خارج بشه باید کسی در اونجا به جای او باشه تا جاسوس ها که نگاه میکنن احساس کنن کسی در اونجا هست. کی حاضره؟ این ایثار امیرالمؤمنین خود یک حادثه فوق العاده مهمه، اما زمان این ایثار هم بر اهمیت اون میافزاییم. زمان کیه؟ اون وقتی که بناست این دوران مهنت به سر بیاد، بناست برن حکومت تشکیل بدن، راحت باشن. مردم مدینه یثرب ایمان آوردن، منتظر پیغمبرن، همه این رو میدونن. در این لحظه این ایثار رو امیرالمومنین میکنه. هیچ انگیزه شخصی باید در یه انسانی وجود نداشته باشه تا اقدام به یک چنین حرکت بزرگی بکنه.